چرا ما خیز داریم، چرا ورم داریم، چرا ادم داریم، چرا تورم داریم، یا ورودیمون زیاده یا خروجیمون کمه. حسین نمک یعنی چی؟ آب. آب آفر حسین هم یاد گرفت، رشتش هم هوافضاست، یکی از بسیار ادمین های وحشتناک خوبه این کلاسه، جدی میگم. آب وقتی نمک میاد، خب تو غذا دیشب غذا شور خوردی نه؟ خب غذا شور خوردی بعد چیکار کنی؟ آب بخورم که دیگه نشتت میشه. خب نمکی وارد باب شده آبو میکشه تو خودش. کمبود پروتئین، انسداد رگ لنفی، این 10% اینوری بره رگ لنفی بسته بشه آب اینجا جمع میشه خیز میده. کمبود پروتئین داشته باشیم به هر علتی، مثلا بیماری سلیاک، پرزا و ریسپرزا روده از ببیرن، آمینو اسید خوب جذب میشه، کمبود پروتئین پیدا میکنیم خیز میده. کورتیزول بچه قده فوقالعاده هورمون ترشح میشه برای کورتیزول، باعث تجزیه پروتئین میشه خیز میده. دیابت شیرین درمان نشده در مراحل انتهایی، چون قند نمیسوزه جاش پروتئین میسوزه، در نهایت ایده میتونه بده. خود نارسه کبد، کبد پروتئین آلبومین میسازه، مهمترین پروتئینی که تو خونه آلبومینه بچه، مسئول تنظیم فشار اسموزی خونه. فشار اسموزی در طول مورگ معمولا ثابته بچه، فشار اسموزی ثابته، این فشار خونه که افت میکنه نه؟ این قرمزه بچه فشار خونه، این فشار چیه؟ اسموزیه. اینجا فشار خون از فشار اسموزی بیشتره، پلاسما بیشتر میاد این بر، ولی هر چی من جلو میرن فشار اسموزی افت نمیکنه ها، این فشار خونه که افت میکنه. حالا این بر سیاه رگ بچه فشار اسموزی از فشار خون چی میشه؟ بیش قلبه میکنه، این آب رو میکشه تو خودش. حالا به این خاطر اگه فشار خون سیاه رگ بیاد بالا، از فشار اسموزی بزنه بالا، آب دیگه بر نمیگرده. پس اگه فشار خون سیاه رگ، فشار خون زیاد بشه بیاد بالا، از فشار اسموزی بزنه بالا، اختلافش یه ادم میده. مثلا شما نارسایی بطن راست داری، خون پمپ نمیشه، پس میزنه این بر. نارسایی بطن چپ داری، پمپ نمیشه، پس میزنه، تیر ادم ریه میده. نارسایی قلب حتما ادم میده بچه. آسیب مورگ ها، هیستامین، مصرف کم مایات. بچه این جز دستنویس ها همه تو پنلتون قرار میگیره، فقط خوب گوش کنه. هم جزوه هم نکاتی که میگیم قطعا تو جزو پنلتون قرار میگیره، فقط شما لطفا گوش کنید، درس یاد بگیرید. خیلی خوب بچه، همه صفحه یک رو بیارن، اونه که جزوه پرینت گرفتن یادداشت کنن، اونه که پرینت نگرفتن توی برگه یادداشت کنم، چیزایی که میگم یا برگه یادداشت کنم، صفحهش یادداشت کنم، بگم فلان صفحه اینو اضافه کنید. به این بچه ها من برمیگردم روی این شکل، روی این شکل برمیگردم بچه، هنوز نکته داریم، برمیگردم روی این شکل. صفحه بچه هفت رو بیارید، صفحه هفت بسید خیلی مهم، صفحه هفت بسید خیلی مهم. خیز چیه بچه ها؟ تجمع آب میان بافتیه. کمبود پروتئین، آلبومین بچه ها، لطفا توی صفحه هفت بالا آلبومین فلش بکشید، بنویسید در کبد ساخته میشه، در کبد ساخته، آلبومین در کبد ساخته میشه، نارسایی کبد خیز میده، نارسایی کبد خیز میده. نارسایی کلیه خیز میده، چون پروتئین دفع میشه، از گلومرولای کلیه دفع میشه. دیابت شیرین به علت سوخت و ساز سوخت پروتئینا میره خیز میده. پرکاری قشر فوق‌کلیوی خیز میده. بیماری سلیاک خیز میده بچه ها، خیز میده. کورتیزول بچه ها تو تنشای طولانی ترشح میشه، باعث تجزیه پروتئین ها میشه، فشار اسموزی خون رو کم میکنه، فشار اسموزی خون کم میشه. پروتئین باعث ایجاد فشار اسموزی میشه. وقتی دفع پروتئین من داشته باشم یا تجزیه پروتئین داشته باشم، فشار اسموزی خون کم میشه. حتی کورتون بچه اینو برای امسال یاد میگیری، فعالیت مغز و سان رو کم میکنه، سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. کورتون پاتنها رو تجزیه میکنه، باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه.
تنهار میسوزونه، پرفورین میسوزه، پروتئین خون رو میسوزونه، سیستمی رو ضعیف میکنه، حتی رو کاهش تولید گلبه سفید میده بچه ها. کاهشه تولید چی؟ کاهشه تولید چی بچه ها؟ گلبه سفید. حتی تولید گلبه سفید رو میاره پایین، کورتون، کورتیزول تولید گلبه سفید رو میاره پایین. اینو حتما یاد بگیری. پس تعداد لنفوسیت ها، تعداد اوزینوفیل ها، تعداد نوتروفیل میاره پایین. افزایش فشار سیارک ها، فشار سیارک ها بچه نارسایی بطن چپ، فشار سیارک ششیر میبره بالا، ادم ریه میده. ادم ریه پس یکی از علمش یه نارسایی بطن چپه. بطن چپ شما نارسا باشه، این بطن چپ شما نارسا بشه، خون پمپ نمیشه، پس میزنه تو ریهاتون، ادم ریه میده. بسته شدن رگ لنفی، افزایش سدیم، آلدسترون بره بالا خیز میده، بازجذب آب رو زیاد میکنه، بازجذب نخ رو زیاد میکنه، مصرف کم مایعات، آسیب مورگا، التهاب، التهاب ده موزی میده، نقرس، نقرس التهاب موزی، تورم قسمت از مفصله. تو نقرس اینجا ببینید بچه نقرس ادم موزیه، اینجا التهاب ببینید که نقرس التهاب چیه؟ موزیه، چون تو نقرس التهاب ایجاد میشه، اوریک اسید تو مفصل رسوب میکنه، میرسیم تو کلیه ببینید میرسیم. پرکاری بچه ها قشر فوق کلیه به دو علت خیز میده، یک